ببخشید آقای مهندس، شرمنده ام به جان بچه‌ام. هر چی اضافه کاری وایسی ها، باز زن و بچه قدرتو نمیدونن. اصلا نمیفهمن این لقمه نون چجوری در میاد. بفرمایید، خواهش میکنم. بله. من از طرف اداره مأموریت داشتم. سفرهای 29 دسامبر، 14 ژانویه و 16 فوریه تانشی. من تاریخ سفرامو حفظ نمی کنم. من مأموریت خارجی زیاد میرم، اینو تو اداره همه میدونن. اگه حافظتون ضعیفه بذارید بهتون یادآوری کنم که شما تو این تاریخ ها از ادارتون مرخصی گرفتید و به چند کشور مختلف سفر کردید. ولی حساب اینو نکردید که این همه سفر شخصی خارجی برای شما که مدام به مأموریت میرید ممکنه جلب توجه کنه. چه اطلاعاتی به اون آدم دادید؟ کدوم آدم؟ کدوم اطلاعات؟ من نمیدونم درباره چی حرف میزنی. درباره همون چیزی که هم شما میدونید تمام. اما اگر رو بذارین کنار، گناه من اینه که میخواستم کنار خانوادم باشم، به هر قیمتی که شده. پیش خانواده بودن که این ثواب گناه نیست. حالا میشه بفرمایید این قیمتی که گفتی از جیب چه کسی پرداخت میکردی؟ ما تو زندگیمون هیچی کم نداشتیم. همه حسرت زندگی ما رو داشتن، همسرم حسرت رفتن آمریکا رو. اونام اینو فهمیدن و اومدن سراغم. چطوری بهشون وصل شدی؟ تو رفتی پیششون یا اونا اومدن سراغت؟ همه زیر و بم زندگیمون میدونستن، خودشون اومدن سراغ من. از کجا زیر و بم زندگی تو میدونستن؟ حتما از اون آدمایی هستی که هر جا میشینی سفره دلتو باز میکنی. من همیشه دنبال یکی میگردم که باش درد و دل کنم. نمیدونم، شاید یکی از همون آدمایی که باش درد و دل کردم این بلا رو سرم آورد. خودت چی حدس میزنی؟ استیوه میگفت تو ادارمون نفوذی داره، تا من و همسال منو شناسایی کنن و با نقطه ضعفمون به اونا معرفی کنن. راست و دروغشو نمیدونم، شاید اینجوری میگفت تا من احساس کنم همه جا دارم کنترل میشه. به جز استیون با کس دیگه ای هم ملاقات داشتی؟ چه اطلاعاتی به اون دادی؟ Thank you.
اسامی شرکت هایی که تجهیزات استخراج رو به ایران میفروشن. لیست تجهیزات خریداری شده توی سال اخیر. اسامی افراد و شرکت هایی که طرف قرار دادن. لیست مناطقی که قرار تحقیقات اکتشاف روشون انجام بشه. تجهیزات مورد نیاز معاونت استخراج. تجهیزاتی که نتونستیم تهیهشون کنیم. اطلاعات رو چجوری بهشون میدادی؟ فلش مموری میداد. همونو میگرفت یه دونه دیگه میداد. میگفت فقط هم از همین فلش رو استفاده کن. یه دفعه هم برای خود شیرینی با موبایل از یه سری اسناد عکس گرفتم ریختم رو فلش بهش دادم. دوباره سیستم رو چک کردم. دروغ نمیگه اما به هم ریختگی عصبی داره. چرا اینو هیچ اطلاعات خاصی ازش نخواستن؟ یا حداقل توی زمینه خاص چرا براش کار تعریف نکردن؟ شاید تو مرحله تستش هستن. اونا 10 تا اطلاعات میگیرن تا از یکیش استفاده کنن. نمیخواستن بفهمه که روی چه اطلاعاتی حساسیت دارن. ما الان 2 تا راه حل پیش رومونه که به نظر من راه حل اول تو این شرایط منطقی تره. تحویل قوه قضاییه بدیمش. بعد از طریق حراست با وزارت نفت موضوع رو در میون بذاریم که اطلاعات لو رفته و میزان خسارت احتمالی رو برآورد کنن. راه حل دوم اگر اطلاعات استراتژیکی لو رفته باشه ناچاریم از طریق خودش طوری برای استیون فضا سازی کنیم که فکر کنه خیلی از اطلاعاتی که به دستش رسیده غلطه. ارزش رو داشت که به خاطر آرزوهای خانومت به اینجا برسی؟ میتونم اطلاعات خیلی مهمی بهشون دادم ولی حالا میخواییم با من چی کار کنیم؟ خودت چی فکر میکنی؟ من فکری نمیکنم. هر فکری بود باید قبلا میکردم. خب حالا میخوام همکار ما بشی. همکار یعنی از اینجا میرم بیرون؟ مگه اینجا شباهتی به زندان داره؟ نمیفهمم چی میگی. میفهمی ولی داری وقت تلف میکنی تا دربارش فکر کنی. آخه چجوری میتونین به یه آدمی که به تای خط رسیده اعتماد کنی؟ آدمی که به تای خط میرسه هم میتونه نابود کنه هم نجات بده، چون دیگه چیزی برای از دست دادن نداره. از کجا مطمئنی نابود نمی کنم؟ نابود نمی کنی چون با عناد پیش اونا نرفتی، پس ویرانگر نیستی. کسی که خانواده دوسته آدم بدی نمیشه. این تنها راهیه که ثابت کنی وجود داری. میری پیش استیون و بهش میگی توی تمام این مدت وصله به ما بودی. که چی بشه؟ که اونا فکر کنن اطلاعاتی که از تو به دست آوردن هدایت شده است. اونا منو میکشن. یه بار بهشون گفتم میخوام بکشم کنار، تهدید به مرگ شدن. یه صورت میریم سراغ نفر بعدی.
وقتی همکار ما بشی یعنی مأمور مایی، وقت مسئولیت حفظ جون به عهده ماست. نگران نباش. وقتی بمیرم دیگه این حرفو چه معنی میده؟ تو خودت بهتر از ما میدونی که هر قطره نفت تو این دنیا چه ارزشی داره. خودت بهتر میدونی که اگه ما نتونیم از یه سکوی نفتی استخراج درست داشته باشیم، چه تعداد از این همسایه‌های به اصطلاح دوست منتظرن تا ثروت ملیمون رو از زیر زمین بکشن بیرون و مال خودشون کنن. حالا من باید چی کار کنم؟ عجله نکن، بهت میگیم. اینو همه میگن، فکر نمیکردم اینطور بشه. فکر میکردم میتونم جلوشو بگیرم، نمیخواستم تا تهش برم. همه اینا رو میگن و آخرش همه سقوط میکنن. تا ته، تا آخر. کار این دفعات سخت تر بود چون اطلاعاتش ارزشمند تره. شما میگی نبرد رنج گنج نمیشود؟ میسر نمیشود، بله، ولی اینجا مستاق نداره. چطور؟ چون رنجش مال منه، گنجش مال شما. شما هم به گنجتون میرسن. فکر کردی گنج من آمریکا رفتنه؟ بله، وگرنه چیز دیگه ای میخواستین؟ من مملکتم رو دوست دارم، دلم نمیخواد برم. زنم آرزوش آمریکا رفتنه. ما یه ضرب المثل داریم که میگه مراقب باش که چی آرزو میکنی، چون یه روز ممکنه بنش برسی. قراره بادیم آخریم قرارمونه آقای فاضلی. من دیگه خسته شدم. یعنی چی؟ یعنی همه زندگیم شده بازی. تو ایران باید با یه سری آدم بازی کنم، اینجا هم با شما. همش هم آدم رو سر میدونی. باید با من بازی کنی؟ یعنی چی؟ اطلاعاتی که بهتون دادم اندازه یه ویزا ارزش داشت دیگه. با من تصویه کنی. جواب سواله منو ندادین؟ مهم نیست. منظورت از بازی چی بود؟ من شانس نیاوردم. اینجا باید به تو جواب بدم، تو ایران به یه سری مأمور دیگه، تو خونم به زن و بچه‌ام. مأمور چی؟ یه سری آدم مثل خودت. یعنی این سوخته است؟ همش نه، ولی اگه میخوای بدونی کدوماش درست، اول باید ویزای منو بدی. وگرنه اول توی نامه همه چی رو مینویسم، بعدم وسط این شهر خودم آتیش میزنم. Thank you.
کانکت شدم. در حال دریافتم. اطلاعات کامل دریافت شد. خسته نباشید. Good morning, Mr. Fazeli. Hi. It's for you. Who? Someone give it to me and go. Thank you. Please.
مثل بقیه ی ایرانی ها باید بهوش باشی. برباسته رو قبول نکن، حامی جان. الو، سلام پسرم. سلام، خوبی؟ مرسی، شما خوبی؟ مامانت نازنین چطوره؟ اونا همه خوبه، ولی صدای شما اصلا خوب نیست. نه نه، من خوبم، من خوبم. بابا جونم، من دوست ندارم برم. پسرم، شاید الان دوست نداشته باشی، ولی مامانت فکر همه جاشو کرده. نگران نباشی بابا، زلم کن تو خدا. این مامان میکنی بابا، مامان برای خودش میگه. بابا جونه، بابا من میخوام پیش تو بمونم. همه چی میدارم دوست دارم، حتی منکراتش و نیروی انتظامیش و رفقای بدش و حتی خلاصه خواستم بهت گفته باشم دیگه. آخه حریف مامانت میشی؟ آروم بابا، بسپرش کنم. غذاتون رو نخوردین؟ میدونم مال بیخوابیه، شبا قرص خواب میخوری، کمتر به همسرت زنگ میزنی، از وقتی هم اومدی اینجا هیچ جای تفریحی نرفتی، حتی سینما. ولی سه تا قراری که با اون شرکت نفتی داشتی یکیشو رفتی. میدونم بهونه های زیادی برای کارات داری، ولی خب این بازی رو خودت شروع کردی. اگه بگم یه همکاری نصف و نیمه با ما و یه قرارداد صمیمی با استیو و آدماش داری، هنوزم نمیخوای حرف بزنی؟ چرا؟ چرا؟ شبا خیلی راحت میخوابم، روزام اصلا هیچکی تغییرم نمیکنه، هیچکی زیر پام چارپایی نمیذاره، هیچ کس دیگه هم چارپایی رو نمیکشه. وقتی هم توی آینه نگاه میکنم اصلا از خودم بدم نمیاد، اصلا. ولی خانواده‌ام هیچ تمایلی ندارن که توی آمریکا اقامت داشته باشن. کاش میتونستم بهتون اطمینان کنم. مجبور نیستی؟ آدم ها میذاری میونه موندن و رفتن، بعدم فرش زیر پامو میکشی.
مطمئن باش روی فرش ایرانی سرت نمیشکنه. این حمایت یا تهدید؟ تهدید. اما نه از طرف ما. روی کاغذ همه چی هم بید. خوب اعتماد تو جلب کردن. ولی برات برنامه دارم. ممنون از غافلگیری تو. داریم روش کار میکنیم. خسته شدم. تا کی؟ یه نفر دیگه ادامه بده. نمیتونیم. چرا؟ به خاطر اینکه این ماجرا از اول با تو جلو رفته. اونا قطعا به آدم دومی فکر نمیکنن. من تو کجا باید پیش برم؟ تا اونجا که اونا میخوان. شما آخر قصه رو میدونین؟ نه، ولی میتونم حدس بزنم. ولی اگه همین امشب غیبم بزنه و هیچ ردی ازم پیدا نکنین، حتما خیلی افسوس میخورین که حدساتون غلط از آب در اومد، نه؟ قطعا ما همچین ریسکی نمیکنیم که جون تو به خطر بیفته. تو صبحم با هم حرف بزنیم، من نمیفهمم شما چی میگی. من فکر نکنم دیگه خیلی دووم بیارم. رحم نمی کنن. حتی نمیذارن پات به ایران برسه. تو دیگه برای اونا یه مهره سوخته یا آقای حامی. یه مهره سوخته. ولی مطمئن باش که مثل سایه دنبالتم. بازی همیشه سخت‌تر میشه. همیشه جوری میشه که تو فکرشو نمی‌کنی. آرامش. چیه من شبیه آدم‌های آروم بود؟ همیشه وقتی به چیزی خیلی احتیاج داری، به دست آوردنش سخت‌تر میشه. من به یه خونه و یه خانواده احتیاج داشتم. خیلی. چیزی که داشتم قبرستون یه خونه بود. معامله پرسودی کرده بودم. بعضی وقتا فقط مرگ میتونه سود معامله باشه.
Excuse me, sir. You had a call from Iran, but he didn't say who is. And he told me that he would call later. Somebody came here and asked me to pass this envelope to you, please. Thanks. Okay. Don't tell me what to do, okay? Okay. خب من چاره دیگه ای ندارم، نمیتونم برگردم ایران. یا باید برم آمریکا یا همون کاری که گفتم میکنم. حالا ببین. I'm trying to blackmail me, guy. Who you think you are? You and everybody knows who you are indeed? What a coward. What do you mean doing something else? What do you mean I'm asking you? چی میگی من تنها؟ هیچ چاره‌ای ندارم، تموم شد. من هیچ راه دیگه‌ای ندارم. گفتی ویزا رو سری می‌گیری. گفتی دو هفته ویزا رو می‌گیری. چی شد؟ پس چی شد اون حرفایی که می‌زدی؟ همش دروغ بود. چرا اینقدر منو معطل کردی؟ آره تنها؟ تنها؟ Yes, you don't. You don't. منتظر کسی هستی؟ با تو هم میگم منتظر کسی هستی؟ Christmas. You too, Merry Christmas. آقای استیف مکلارن، ماموریت شکست خورده. اطلاعات لپتاپتون از صحیح و سالم روی هارد دیگه کپی شده و الان دست ماست. من فهمم چی میگی؟ وقتی وارد این حرفه شدی برای کشورت یه قهرمان بودی. درسته باید براشون اطلاعات می‌بردی. هنوزم میتونی یه قهرمان باشی. به شرطی که کشورت محتویات لپتاپ تو نفهمه. شما چی می‌خواید؟ برای ما کار کنی. اگه نکنم؟ اون وقتی که از پولای عربستان هم دیگه هیچ خبری نیست. به کشورت هم برگردی، دخلت اومده. 24 ساعت وقت داری با این شماره تماس بگیری. من ناامیدت نمی کنم. تو هم ناامیدم نکن. خیلی هم عالی. فکر عاقلانه ای کردی. حالا سلام. سوژه تماس گرفت. باش قرار گذاشتم. بله.
فقط برگشتنم به تعویق میفته. در تماسم با تو. خدا نگهد. چیزایی که از مرگ یادم مونده، چیزای دیگه هم یادم مونده که نمیخوام فراموش کنم. میخوام یادم بمونه، مثل آرامش بعد از مرگ، مثل سفری که مقصدش منتظرته.